پس باید با آقا جونم صحبت کنم، سند خونمون رو بذاریم. محاله، محال آقا جونت راضی بشه. نمیشه که دست رو دست بذاریم زنمون. میدونم، ولی خب زمین خوشخاک. چی؟ سند زمین خوشخاک رو بیاریم. محاله، آقا جونم اگه بفهمه دوباره سکته میکنه. با این تفاصیل پروانه خانومم باید حضور داشته باشه. شما به عنوان نماینده آقا سعید، پروانه خانومم به عنوان نماینده آقا سیروس. تشریف بیارید، من سند رو تقدیم میتونم. من یه بار بی اختیار برادر تو شدم، حالا با اختیار دیگه نمیخوام فامیل تو باشم. فردا میرم پیش حاج عزیز، سند دادی دادی ندادی من میدونم. تو شایع شده تو میدونستی تو زمین خوشخاک تله گذاری شده، به خاطر همین هم همیشه ماموریت میرفتی اونجا. زمین خوشخاک یه زمین کشاورزیه. من فقط بعضی موقع توی راه میرفتم بهش سر میزدم، اصلا توی زمین نرفتم. میریم تو گود کشتی. اگه تو بردی سهم من از زمین با شرایط خودت مال تو باشه، ولی اگه من بردم تو فروش سهم من دخالت نمی کنی. باشه باشه. چند دفعه بگم من کشتی نمیگیرم. تو خودت خرابش کردی، خودت به این روز رسوندی، خودت سندت حاج عزیز گرفتی، خودم تمومش میکنی. شما حرف زدی، من که چیزی نگفتم. به روح پدرم قصدم، اگر کشتی نگیری آغت میکنم. من نمیدونم چرا شما بچه ها رو میارین تو دعواتون. بابا خانم، این زمین اول آخرش مال همین بچه هست، باید برای حفظش بجنگه. با کی؟ با عموشون. بابا این مسابقه رو بیخیال شو، فردا هم برو قهوه خونه بگو قول و قرارامون منتفیه. ما که نباید بچه هامون به خاطر ما. محبوب خانم، بله، من محال ممکنی که بذارم بردر نامردم بری شما بخندن. بابا تو بزرگتری، تو ببخش. باید که کشتی بگیرن، حرف زدیم، قول قرار گذاشتیم، نباید این حرف اون بزنیم که من حرف ناحق میزنم. مسعود عمو تو زمان خودش عجوبه‌ای بود، رو دست نداشت، کمر حریفی نبود که بخواد نمارده باشه. به زور و بازی تو جوانیت هم نناز، بالاخره اون یکی از فنی‌ترین کشتیگیرهای دوران خودش بوده. بچه ها میگن دیروز دو تا پرنده شکار کردن درست تو منطقه. بس اون چرا حرف رو عوض میکنی؟ من هرچی دارم میگم برای خودت دارم میگم.
بالاخره اون استادت هم بوده، فوتوفند کشتی تو بلده، نقطه ضعفات هم تازه بهتر خودت میدونی. من قرار نیست با عموم سرشاخ بشم، همین. سلام با همگی. سلام پهلوانا، بی بغل دایی ببینم. آه ماشاءالله سرکول دایتون بالا نرید، خسته شد. داداش میشون برد چای بیارم. ببین تو بازی کنی سر ده بچه ها. خسته هم شما ده. سلامت باشی. سلام داداش. سلام. یکاش محمود اینجا بود، خیلی عاشقش دوست داره. حالا کی میاد؟ هیچ روز دیگه میاد، ده روزی هم اینجا میمونه. به سلامتی ایشالله. مرضیه، پیاز داغو درست میکنیم. بده بفرم. دست درد. خب مادر، بالاخره چه تصمیمی گرفتی؟ مرغ آقا جون یه پا داره دیگه، نه؟ از خر شیطون بیا پایین دیگه، اینقدر بابا تو اذیت نکن. دست شما درد نکنه. کجا؟ بشین آش حاضر میشه با خود دیگه. همون آشی که آقا جون مثلا پخته بسه. مسعودم. سلام. سلام، خوبی؟ ممنون، شما خوبی؟ بد نیستم. مرضیه و فرخنده خوبن؟ خوبن، شکر خدا. سلام میرسونم. آقا جونت خونه هست؟ نه. سلام زنمو. سلام آقا مسعود، چه عجب از این طرف ها؟ بفرمایید. ما که همیشه مزاحم هستیم. مراهمید. اما جو خونه هست؟ مثل همیشه فکر کنم رفته سر زمین. امان از دست این آقا جوناتون که هیچ کدومشون نمیخوان از حرفشون بیان پایین. یه کمی وسط پیدا نمیشه بهشون بگه آخه گناه شما دوتا جوون چیه. برید تو صحبت کنید، اینجا درست نیستش. مزاحم نمیشن. فعلا با اجازهتون میگم آقا مسعود، برای شب قیمه درست میکنم، میدونم که دوست دارید، بیایید دور هم باشیم. ما نمک پرورده ایم، ایشالله سر فرصت. خواهش میکنم، فعلا با اجازه. تو ده پیچیده که میخواین کشتی بگیریم. من زیر قولم نمیزنم. آخه داشتم با مرضیه که حرف میزدم، گفت عمو گفته که آقا والدینتون میکنه. نگران نباش، درستش میکنم. فعلا خداحافظ. خداحافظ. آی سیا چشمه ترا کفتر نداره، آخ کیه عشق تره بر سر نداره جون دلبر. آخ بگم خدا چه کارت کنه بابا. آقا اینم ارث بود برای ما گذاشتی، صبح تا شب باید بزنیم تو سر هم. ولی نه، خدا بیامرزه. خانم سلام. خیلی خوش اومدید. خوش اومدید. دست سلام آقا جان. سلام آقا جان. سلام آقا جان. باباتون رو ناکار کردم. بیا تو، بیا تو. پروانه. تو که فکر نمی‌کنی عمدی باشه. تو گفتی درستش می‌کنی. پروانه.
من رفتم، رفتم که بهش اصرار بکنم از خیر این کشتی بگذره. رفتم اگه پاداد به پاش بیافتم بگم من خاطر دخترشو میخوام، نذاره من عاقب والدین بشم. من رفتم، من رفتم هم اینا رو بهش بگم. اینجور که معلومه پای آقا جونم باید حالا حالاتو گشت بمونه. خب منظورت چیه؟ نمیخواد نگران آقا والدین شدنت باشی، همه چی حل شد دیگه، زمین آقا جونم هم مبارک آقا جونت باشه. چه دیوانه؟ من دست تو ترسونمه تو بخش آقا، برنامه اون شب من اصلا نمیخواستم اونجوری شا، یاد دهنم در رفت. تو اگه اون دهن تو بسته بودی قضیه سند رو نمی کردی، من الان سر سفره عقد بودم. آقا بری خریت کردم، نفهمی کردم آقا، احمقم دیگه آقا، اصلا چجوری بگم غلط کردم. خدایا من چی گیری کردم الاسه این؟ آقا زنم قهر کرده ول کرده رفته زندگیشو، من ناقصم، دست دارم به کار نمیره. تا زنم تو خونم نباشه من نه دست دارم به کار میره نه به زندگی. آقا جون تو عقلت ناقصه، پاد ناقص نیست، فقط عقلت هم ناقصه. چشم آقا، عقل منم ناقصه. یه بزرگی بکن، پاشو بیا وساطت بکنین از خر شیطون بیاد پایین. امروز رفتم در خونه میبینم قفلت، زنگ میزنم فرخونده تو در روم راه نمیکنه، من شب بعد تو ماشین میخوام. مگه فرخونده اومده خونه؟ دیگه اومده راه نمیده. چند شب این بچه رو ندیدم من. بیچاره کردی منو تو به خود. آقا بیا بریم در خونه ما، شما زنگ بزن شما رو ببینه در رو با میکنه، من این پشت خواهی میشه. خب در رو که واکب من ها نارد نماشد دستم دیگه. ببخش من، ببخش بخشی دیدی با دماغ از گردو کشم. ببخش اصلا نوکت هم اصلا نمیخواد بیایی، وساطت هم نکن، بشی من که آژانستونم، بشی من میرسونم از خونه. باشه بشه بشه من بخونم، من تو ماشین میخواهم. پشیمونیش دیگه بر من فایده نداره، تا امروز هزار بار از این قوله داده، آخرش هم هیچی به هیچی. عزیزم این قهر و آشتیه چه فایده داره؟ فقط بهش بهونه میدی بشینه خونه و بگی دست دلم به کار نمیره، همین. باشه عوض نشه، بشینه ای بخوره و بخوابه، بالاخره که از این وضعیت خسته میشه. آخرش که چی فرخونده؟ عوض شه، خودش رو ثابت کنه، یا حداقل ثابت کنه من تو زندگی براش مهمم. خیلی خوب، قول میده خودش رو عوض کنه، من تضمینش میکنم. آره قول میدم، قول مردم. تو هم که چقدر قولت قوله. ببخشید داداش، یکی باید ضمانت تو رو پیش من بکنه، همین تو بودی که پول دادی این تن پرور شد. تو هم جای این که آدم بیاری جلو خونه وساطت تو بکنه، خودتو درست کن. با اجازه داداش. فرخونده، فرخون بلیم حرف شنبی داره ازت. بفرما مامان جو. دستت درد نکنه من. آخ جون دایی اومد. سلام دایی جون. سلام دایی جون. سلام. سلام داداش. چی شده؟ هیچی بابا، شانس نداریم. چرا؟ اما سیروس از درخت افتاده پاش شکسته. چی؟ برسارم تو چی گفتی؟ افتاده پاش شکسته، دو ماه باید تو گچ بمونه. یعنی ما بدون کشتی گرفتن برنده شدیم؟ خدای شکر، خدای عظمتت شد. انگار از این بلایی که آقا پسرت سرم آورده خیلی خوشحالی. بشه شروعش نکن، حرف زدی خودتم باید پاش وایسی دیگه. شطور در خواب بیند پنبه دانه، حرف خودته، ولی از این بعد من میگم چطور و چی جوری. خواب دیگه خیر باشه، حالا میبینیم شاهنامه آخرش خوشه. چی میگی تو؟ کی زیر قول قرارش زده؟ نکنه مسابقه برگزار شده و ما خبر نداریم؟ اصلا کی برده کی باخته ها؟ مسابقه برای چی؟ آخرش معلومه، تو زدی پاتو شکوندی، پای شکسته، نمیتونی را بیرو، من پای کشتی هم بگیری؟ نکنه قول قرارم یاد رفته؟ قول قرارمون سر جاشه، گفتم و میگم، روز مسابقه توی گل.
برادر برادر خیال کرده حق تو بودم کف دستت ببین سیروس بذار فرده بشه تو قف خونه وقتی سنگ رو یخ شدی و زمین قضیه چه قراره حک میموندی دور هم بودیم وای فکر زیرنگه من عویزا تو زمین منو بالا بکشی و از تو کم درم سلام سلام مادر سلام آقا اون چشه؟ دست به دلم نذار که خونه مادر سلام چه عجب اومدی وظیفه بود آوردی فقط قول و قرارمون چی میشه مرد و قول و قرارش نوش جونت دست شما در نکن نمی چه مصیبتی کشیدم بیارمش دیگه ننه ما راضی نمیشد که این سنده به جونش بسته است بعد یه جوری هم باید مخشو میزنم فرخونده خانم نفهمه خیلی کار سخت‌تر از اون چیزی بود که فکر میکردم من که هرچی وعده کردم دادم دیگه چرا روزه میخونی؟ نه عمو جون چه روزه ای؟ گفتم که اگه شما بشه یه صد دیگه هم به ما بدی دیگه جور جور میشه وسیله هم که هست با این وسیله بعدش میریم پی کار شما میشه یه بار تو زندگیت بامبول سوار نکنی؟ چه بامبول؟ همون از دست همون بیا اینم صد خدا بده برکت عمو جون خودم خیلی خوب با هم بیا شاید لازم باشه زیری برگاه امضای چیزی بندازی بریم نه من که اونجا نمیتونم بیام بعدش این سند اصلا به نام من نیست به نام ننمه امضا نمیتونم بزنم خب چرا نیاوردیش خب نگفتین من اگه میخواستم اونم بیارم که اونم یه صد تومن میخواست از من بدتره برو ورش دار بیار برو باشه فقط شما یه صدی دیگه هماهنگ اصلا بیا پول بده پول بده پول بده نه نه نمیخوام نه باشه آقا شما گرفتار دیگه آقا مگه داداش شما الان گرفتاری واسه درست نکرده بعد بری شما تا با این پا آروم آروم میری اونجا من میرم سه ثانیه‌ای ننه رو برمی‌دارم فقط این صدر رو ردیف کن به هر حال خیلی خوب برو من بهش فکر می‌کنم به نظرت علائم آنفولانزا رو داره آره مشکوکه خب پس بفرستیمش دامپزشکی اگه سلام می‌دونید کار بکنید حیوانه که طرف نشه خسته نباشین آقا مسعود آقای مرادی با شما کار داری یه لحظه تشریف میارین باشه الان میام خب گزارشو بنویس هماهنگ کنیم بره باشه چش ممنون با من کاری داشتیم مسعود جان میخواستم ببینم از یوسف پلنگ خبری نشد والا ما خودمونم هنوز خبری نگرفتیم ای بابا مرکز خیلی حساس شده درخواست دادم چند تا دوربین جدید برامون بفرستن شاید بتونیم ردی ازش پیدا کنیم خب این که خیلی عالیه به بچه هم بسپر بیشتر بتونن روش کار کنن شاید بتونم پیداش کنم دبه کردی که بزنی زیر قرقرار دیگه چه دبه ایمشتی؟ ما که روی این قضیه حرفی نزدیم من خودم و تو هم پسر تو معرفی کردی غیر این بود الان گفتی خودم گفتم شنیدین گفت خودم گفتم که خودم گفته بودم تو میتونی و وقت من نمیتونم خب منم میخوام یکی دیگه جام کشتی بگیره همون کاری که خودت کردی درسته نه خیلی هیچم درست نیست باشه پس درستش اینه که خودت بیای تو گود با من کشتی بگیری طبق
طبق رسم من حرف سر نمیشه. این سیروس نباید که اصلا دبه بکنه، داره دبه میکنه. شهده چی گفتش که اصلا ببین، حالا که اینطور شد قرار ما از همون اولش غلط. وقتی که زمین به نام پروانه دختر منه، من چطور میتونم در موردش تصمیم بگیرم؟ چی رو صدت به اسم پروانه هست؟ بابا داری دبه میکنه که اصلا صدت به اسم من تو به اسم پروانه نیستش که. برو بابا. بفرما داره دبه میکنه، داره فرار میکنه به اسم پروانه. اما جون دبه کرد. لا اله الا الله. دو تا برادر برای یه قطعه زمین ببین چی کار دارن میکنن. سب کن ببینم، نکنه با دروغات میخوای قرقرار رو به هم بزنی. میخوای قبول کن میخوای نکن، اما اینو بدون که الان صاحب اختیار زمین دخترم. اگه قبول کنی یه نفر دیگه جای من کشتی بگیره، منم کاری میکنم که همون شرط و شروط قبول کنم. اگرم قبول نکنی از تو به خیر و از ما به سلامت داداش. دروغ میگی؟ تو مثل چی داری دروغ میگی؟ چه دروغی؟ آقا نصرالله شاهد شاهده به نام خوردن سندم بوده. برو ازش بپرس. سرمان شستی آقا سعید؟ بیا قرص تا آوردم بخوری. نمیخورم، بذار درد خودم بمیرم. ای بابا دور از جون، این چه حرفیه میزنی؟ شما باید سایت حالا حالا بالا سر ما باشه. بله گل پسرت منو به عمو دخترموش فروخته، یعنی راحت هم میگیره میخواه. نه دیگه این حرف رو نزن دیگه. تا دو دقیقه پیش مثل پروانه دور و برت میچرخید، بهت گفت بریم بیمارستان، خودت گفتی نمیام دیگه. این دعوای شما باعث شده رابطه بچه‌ها شکراب بشه ها. داداشت گفته که مسعود از قصد یه کاری کرده که من بترسم از درخت بیفتم. کاش مسعودی هم چه ارزایی هم داشت. زمین من داره همینطوری یا موف بالا میکشن و یه قلوب آب روش. میبینی بچه‌های مردم هوای پدر مادرشون دارن، بچه‌های من دوباره یه فرصتی می‌گردن که مال اموال منو ببخشن به اینو. خدایو شکرت اینم شد شانس که ما داریم. آدم ها اینجا همه هم دیگر رو میشناسن. یه غریبه مثل یه لکه سیاه تو آسمون صاف. غریبه ها اینجا بیشتر واسه شکار میان، ولی نمیدونن که محیطبان ها واسه حیوان ها از جونشون هم بگذرن، اصلا خوردن واسه کارش. تو برای چی اومدی؟ منو یه دوست قدیمی دعوت کرده. شرمنده، اداره من همینجاست، دیگه نمیتونم برسونم. تو همینجا هم لطف کردی، مزاحم کارت نمیشم.
خداحافظ. ببینم قیافت خیلی آشناس. حالا شکارچی که نیستی؟ چرا اتفاقا؟ اما بستگی داره شکارم کی باشه. حتما وسایل شکارت هم تو این ساکته نه؟ آره تو ساکه. ساکتو ببینم. دستتو بکش. کسی تا حالا جرئت نکرده ساک منو بگرده. گفتم ساکتو بده ببینم. گفتم دستتو آی مامور قانون شایا امیر شایر دادا چطوری؟ اینجا چی کار میکنی؟ حالت خوبه؟ ماشاءالله چی بزرگ شدی؟ مسعود شایره نشاختی؟ بابا 15 سال پیش رفته؟ دو تا سال پیش هم اومده بود اینجا کشتی بگیره باباش ورشتش برد. پسر حاج محمود در پنجره سازه. نشاختی؟ شایر حالت چطوره؟ مشتیه؟ خوب شدم آقای محیطبان مهمون نواز. امیر جان تو یه جای منو برسون. نوکر تام هستم داشت مثل بایزه بی بریم این قدم وسط حرف دارم. بشی 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 سب کن کارت دارم. پروانه این چند روز خیلی با خودم فکر کردم. یعنی تو چجوری منو شناختی؟ تو میتونی عاشق مسعودی بشی که به خاطر یه تیک زمین سب کن سب کن حرفم تموم نشده. این چند روز خیلی به من بد گذاشت، بیشتر از همه اون سالهایی که شاهد اختلاف آقا جونامون بودم، بیشتر از همه ای عمرم. یعنی من حتی به فکرم هم خطور نمی کرد دخترم اونی که پروانه تو چجوری فکر کردی من میتونم رو در روی عموم وایسم؟ من عموم مثل آقا جون خودم دوست دارم. من پروانه پروانه الان میام. من فعلا برم. خداحافظ. خداحافظ. بفرمایید آقا جون، براتون چایی آوردم. چی شده؟ محبتت گل کرده. آقا جون من که همیشه برای شما چایی میارم. آره خب اما انگار میخوای یه چیزی بگی. بگو من منتظرم. آقا جون این دعوای شما و عمو قرار کی تموم بشه؟ شاید اگه شما پا پیش بذارین و با عمو آشتی کنید همه چیز مثل گذشته هاشه. فکر میکنی من نخواستم؟ این عموته که دستشو گذاشته رو گلوی من. همش هم زور میگه. از بچگیش هم همینطور بود، مدام زور میگفت. و اگه من میخواستم حرفاش اجرا نکنم چی؟ یه فصل کتک باید میخوردم. اما این بار دیگه نمیذارم، نمیذارم اون حکم کنه من اجرا. شما که میدونید اخلاق عمو اینه، عوضم نمیشه. اصلا خودتون از این همه جنگ و دعوا خسته نشدین؟ نه خیر، تازه اولشه، دیگه نمیذارم به خواستش برسه. حتی اگه این وسط من و مسعود چه؟ دیگه تو مسئولی نیستی، دیگه حق نداری اسم خودت کنار اسمو بذاری. اینا پسر همون پدره. من حاضر نیستم این استکان بهش بسپارم، چه برسه به دختر نازنینم. دیگه هم در این باره با ما بحث نکن. Thank you.
کنه. ماما چی شده؟ نبینم دختر خوشگلم گریه میکنه. آقا جون گفتش دیگه نمیخواد مسعود. پروانه آقا جونت خیلی صلاح تو میخواد. خیلی صلاح من تو جدایی از مسعوده؟ مگه خود شما نبودین تو همین دیروز میگفتین اگه یادم پاک و نجیب تو این ده پیدا بشه مسعوده؟ مگه خودتون نبودین میگفتین اگه من با مسعود ازدواج بکنم یکی از دلشورهای زندگیتون هم بمیره؟ چرا؟ همین حرفا رو من زدم، ولی فکر نمیکردم شرایط اینقدر تغییر کنه. شرایط چه تغییری کرده؟ ها ماما چه تغییری کرده؟ از وقتی که من به دنیا اومدم و یادم میاد بین عمو بابا شکراب بوده. چی دیگه تغییر کرده اینی که تو الان یه خواستگاری بهتر از مسعود داری؟ پدرت میخواد خوشبختی تو ببینه. دیروز میگفت هاش قدرت برای پسرش بشیر دنبال دختر خوب میگرده. پروانه میشناسیشون؟ 5 تا کمباین دارن، کلی زمین دارن، موقعیت مالیشون عالیه، خوشبخت میشی دختر. آها پس مشکل مسعود اینه که کمباین و زمین نداره. آره پدره میخواد خوشبختی دخترشو ببینه. بده؟ من فقط با مسعود خوشبخت میشم. بابات خیلی عصبانیه، این قضیه کشتی هم جلی ترش کرده. بعید میدونم اجازه بده مسعود دیگه به خاطر تو پا پیش بذاره. مامان مامان بی مامان هرچی پدرت گفت.